بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید و آرزو دارم در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که هستید، گوش برادران کر سلامت و سرحال باشید. ولی هیست که این امید و آرزو تنها شامل آن دست از هموطنانی نمی شود که همزیستی با کژدم غربت را به همنشینی با حضرات آیت اعظم و حجج اسلام لعنت الله علیهم اجمعین ترجیح داده و در چهار گوشه جهان به اهتمام ایشان البته آواره شدند، بلکه شامل آن گروه وسیع از هموطنانی نیز می شود که در وطن خیش غریبند. باری شما بزرگواران، امروز دوشنبه 17 اکتبر مردد سنه 2016 ترسایی برابر با 26 مهر 1395 خودمانی و 1637 آخوندی به 56 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن به کوشش سعید بهبهانی توجه می‌فرمایید. این برنامه در قرابه طنز سیاسی است و مطالب و محتوای آن نیز برگرفته از طنز نوشته های هفتگی امیرزا رحیمی است که از منظر فدوی بیان می‌شود و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم به عنوان کاتب و منشی بجیره و موجب ایشان در رکاب شما شمشیر میزنم. و اما گفتن ندارد که تلخی طعم طنز در این برنامه نیز ناشی از فجایع اتفاقی در وطن سابق است. باری عزیزانی که با این مختصر آشنایی دارند میدانند که ما معمولا برنامه رو با دو عرصه با نمونه از آثار حمزه رحیمی در دو عرصه دیگر پی میگیریم که عمدتا شعر مدرن هست و عرض کنم که خط فارسی. امروز شعر بخشنامه رو براتون انتخاب کردم. این شعر در واقع شعر مدرن هست، شعر آزاد هست، اما در فضای طنز و در فضای طنز سیاسی. بسیار سالها سالیان گذشته این شعر بسیار خوش نشسته بود در هر کنم که رسانه های گوناگون و دوست عزیز از رفته بیاد دارم عمران صلاحی هم بسیار این رو دوست می‌داشت که یادش گرامی. بله، بخشنامه اسم این شعر هست و از کتاب من هر کتابی که نمیتونم پیدا کنم میرم سراغ اون به قول معروف کلیات آثار، چون همه چی اون تو هست. تصویر شما یه که ما این کلیات آثار هست و بیگمان این شعر در این کتاب هم هست، ولی تصور میکنم که این کتاب این شعر پیش از اینها در کتاب از زوردست تبعید آمده بوده است اگر اشتباه نکنم، اما دوستان خواستن که پیگیری بکنن در اون بسیار کلیات آثار که اسمش هست یک تکه از زمان چاپ دوم به احتمال زیاد هست. خب میگوید که همه چیز باید مثل هم باشد، مرگ و ماهی و ماه، ذهن و زباله و زهر، آب و آتش و آه، همه چیز باید مثل شمول ماه باشد بر آحاد صامت شب. آسمان یادش باشد که اجتماع بیش از دو ستاره در شبهای مهتابی ممنوع است. ستاره های خاطی به شدیدترین وجه از سقف آسمان آونگ می شوند و ماه نیز باید از آفتابی شدن در شبهای مهتابی جدن احتراز کند و خورشید هم البته باید در تابش خود تجدید نظر کند. همه درختان باید به پای صندوقهای رای بروند و به کاندیدای محبوب خود تبر عاشقانه رای بدهند. انتشار و استشمام هر گونه عطر به ویژه در فصل بهار ممنوع است. گلهای خاطی به شدت پرپر می شوند. احساس هر گونه درد حتی در بیمارستان هم ممنوع است. هر 10 نفر باید با یک چشم ببینند و هر 4 نفر باید با یک پا راه بروند و برای هر 6 نفر یک دست سنگشتی کافی است. شاعران باید شعرشان را به ذهن چاه‌های عمیق بسپارند و روشن فکران و مبارزان باید از هر غلط 100,000 بار
بنویسند. بر عکس شماره یک ما، تصویر این کتاب یک تکه از زمان بود که امیدوارم ملاحظه کرده باشید. سراغ این کتاب رو می توانید از شرکت کتاب هم بگیرید در لس آنجلس، به اضافه اینکه در بخش انتشارات سایت نویسنده has.com که اگه ملاحظه فرمایید روی صفحه تلویزیون می‌بینید، در اونجا بخش انتشارات هست که تمام آثاری که همیشه در مورد عرصه‌های گوناگون، نقد، پژوهش، از کنم که طنز سیاسی و این بعضی قبیل و البته آقای فدوی، اینا تمام آنچه که مرتکب شدند رو در اونجا می‌شود دید. و عرض کنم که اگه خدای نخواسته حوث مطالعه فرموده و از اون بدتر حوث تهیه، اونجا به قول عوام آپشن هایی هست و می توانید این کار رو بکنید. و الان به خاطرم رسید که این شعر بخشنامه رو اندکی قبل از عرض کنم که جنبش 88، تعدادی از جوانانی که در ایران موسیقی زیرزمینی به اصطلاح کار میکنن تماس گرفته بودن با ایمیل البته، و موضوع این ایمیل بود که اجازه کپی مضمون و میخواستن روی این شعر بخشنامه کار کنن و البته کار هم کردن. داستان طولانی است، ما ارتباطمون قطع شد، بعد معلوم شد که این جوانان زندان بودند و از زندان در آمده بودند. به هر حال کلیپی تهیه کردن با اجرای بسیار بسیار خوب که درود بر اونها، امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشن. بسیار بسیار خوب، میرویم به قسمت بعدی که قسمت خط فارسی هست و که از زیباترین خطوط جهان است. و عکس شماره 2 این تابلوی است که ملاحظه می‌فرمایید یک ترکیبی است از خط نستعلیق و شکسته نستعلیق که خب اون قسمت درست رو میشوند خواند، اما اون قسمت های ریز بنده تردید دارم که دوستان بتوانند بخوانند. بنده خدمت شما عرض میکنم که شما اگه ملاحظه فرمودید تابلو رو، شعرش رو بنده خدمت شما تقدیم کرده باشم که از کنم غزالی طوسی مشهدی است که از شاعران مشهور قرن دهم بوده که معاصر بزرگواران دیگری مثل عرفی شیرازی، محتشم کاشانی و وحشی بافقی هم بوده است. و در ایام جوانی اصلا که به دربار صفوی راه پیدا میکند و بعدها ماجراهایی که میدانید که زمان گریز در واقع به عبارت امروز که میگن فرار مغزها، اون زمان هم فرار مغزهای ادبی از ایران صفوی به هندوستان بود که داستان مفصل است و در انتها منجر به عرض کنم که خلق یا پدید آمدن سبک هندی شد که ماجرای مستقل دیگری است. بله، شعرش رو یارم خدمتون بخونم. ما غیر خون دل می نابی نخورده ایم، هرگز به خوشدلی آبی نخورده ایم، آورده این باده و غزالی به کف، ولی بی دردمند خانه خرابی نخورده ایم. تا مرا جگر کباب شد و خون دیده می، زین خوبتر کباب و شرابی نخورده ایم. بله، این عرض کنم که احمد غزالی طوسی مشهدی. بسیار شعر زیبا و خیال انگیزی بود که میدونی ملاحظه فرمیده باشید. و برم به بخش بازرگانی. و در چندین برنامه گذشته بخش بازرگانی رو خدمتتون معرفی کردیم و انگیزه که این بخش چرا درست شده اون هم گفتیم. دیگه هر بار به خاطر صرفه‌جویی در وقت اجازه دادن که مفصلا نپردازیم، فقط در مقدمه کتاب تذکرت الاشقیا، کتاب مجموعه طنزهای سیاسی رمز به فدوی یا آنزا رحمی، پس کنم که جلد اول در اونجا توضیحات مفصلی هست. این کتاب هم از همون جایی که عرض کردم میتونید تهیه بفرمایید، شرکت کتاب به ویژه در لس آنجلس و سایت نویسنده. تذکرت الاشقیا جلد اول و دوم، مشغول کار روی جلد سوم و چهارم هستیم. در اونجا به هر حال گفته شده است به اجمال اختصار که فدوی به این نتیجه رسیده است که از طریق ادبیات و هنر
معنادار به جایی نمی شود رسید و روزگار پریشان فعلی ناشی از در واقع سرپیچی از اندرزهای جد اعلی عبید زاکانی است و برای همین ادبی under new management ادبی با مدیریت جدید شروع به کار کرده است اینها و این بخش تبلیغات و بخش بازرگانی به همین منظور گذاشتیم که با وجودی که وضعیت مالی فدوی عرض کنم که سر و سامانی بگیرد. خب عرض کنم در هفته پیش دو عکس در به همین بخش بازرگانی دو تصویر داشتیم که اینا به هم پیوند داشت و یکی از اینا گویا به هر حال دیر به تماشا در آمد جایی که در نیامد اصلا به دلیل تکنیکی و اینا، این بود که بنده حیفم آمد که این رو ناقص خدمت شما گزارش کرده باشیم و در واقع می شود گفت که نوعی گفتگوی تمدن هاست و ماجرا از این قرار بوده است که رئیس انجمن فیزیوتراپی در ایران گویا به این نتیجه رسیده است که این توالت های ایرانی اینها باعث آرتروز و این حرفا می شوند و خلاصه توصیه کرده است که این فرنگی رو تورت فرنگی معروف فرنگی رو اون رو استفاده بکنن که خب عرض کنم که متخصصان بلافاصله دست به کار شدن و ما دو تا تصمیم در این رابطه داریم. امیدوارم هر دو رو به فاصله اندکی ملاحظه بفرمایید که عکس شماره 3 هست، این در واقع گفتگوی تمدن هاست. ملاحظه بفرمایید که این در واقع یک تلفیقی است از توالت فرنگی و توالت در واقع این طراح این قضیه این شکلی عمل کرده است. به احتمال قوی دارید ملاحظه می‌فرمایید که در طرفین این در واقع توالت فرنگی دو تا پایه هم اون بزرگوار کار گذاشته، در واقع دوباره همون یعنی هم توالت فرنگی است و هم ایران ایرانی دست برداشتن از مسائل سنتی خب کار ساده ای نیست. برای این عکس شماره 3 بیشتر به درد دوستان رفاه طلب یا اصلاح طلب میخورد و اما عکس شماره 4 رو هم ملاحظه بفرمایید و عکس شماره 4 باز دوباره این توالت فرنگی است و به این شکل عرض کنم که طراحی شده که این به درد عرض کنم که دوستان اصولگرا میخوره، اون قبلی شماره 3 دوستان رفاه طلب یا اصلاح طلب ببخشید و عکس شماره 4 برای دوستان عرض کنم که اصولگرای ماست طراحی شده. بله امیدوارم که مرزه فرمایید باشه چه فرمایید چون فاصله اگر پرانتز باز میکنه میگه که این در واقع این دومیه این بیشتر به درد اهل منبر میخوره. خب به هر حال همون هم داره تداعی میکنه احتمالا، یعنی شما میفرمایید که سایر مؤمنین یعنی پامنبری ها اجازه ندارن استفاده کنن از این آقای بفانی. من اجازه بنده از این آب و کر جوره مهمان شما باشم. بله بسیار خوب، عرضه بدارم که ما همچنان در بخش بازرگانی طعم تلخ فنس هستیم و چون هنوز ما همچنان در ماه مبارک محرم هستیم لذا ما نیز در این بخش بازرگانی خودمون محصولات عزاداری که البته سطحش با دکانهای دیگه بسیار تفاوت داره، سطح مال ما خیلی بالاتر، حالا ملاحظه خواهید فرمود، متمرکز میشویم روی عرض کنم که محصولات ماه مبارک محرم تا کامرا باشه. خلاصه که شعار ما در این بخش از بخش بازرگانی طعم تلخ طنز این است که شیک عزاداری کنید، شیک عزاداری کنید. ما سطحمون با بقیه فرق داره لذا واجب عینی است که برای این منظور سری به بوتیک ابو عبدالله علیه السلام بزنیم. خب الان میریم به سمت بوتیک ابو عبدالله عین، عکس شماره 5. 3 تا عکس داریم در این ارتباط، 5 عرض کنم 6 و 7. اینها محصولات بخش بازرگانی عرض کنم که طعم تلخ طنز هست. مراسم همیدون
از شماره 5 تصور بنده اینه که این دیزاین اینجا باید سینه رو باید اونجا بکوبید به احتمال قوی، یعنی جوری چی کرده که در جناب سینه فرود بیاد اون ضربات و اینا که عرض کنم که ثوابش بیشتر باشه در عکس شماره 5. و در عکس شماره 6 هم دارید ملاحظه فهمید که خطوط هم که به حمد الله و منه بسیار خانه هستند و این هم به عرض کنم یه تینیجری است که به جای اینکه تینیجری بکنه میخواد برود و سینه بزنه با این تیشرت های شیک. عرض کنم که اون دیزاین هم مال فرود آمدن از سعید پرانتز باز میکنه میگه آقا این پسره کاناداییه، این احتمالا برای عزاداران عرض کنم که ورجاوند کانادا طراحی شده که این داستان داستانیست واقعا حیرت انگیز و که من به علتی میدانم که در این فاصله دوستان ملاحظه کردن زمین ما امکان پخش کلیپ نداریم به لحاظ تکنیکی دیگه سراغش نرفتم، ولی من صرف آقای بهبانی هم هست کنم در این ارتباط میتواند که کاملا صادق باشد، برای اینکه این جوان بسیار بور و اینها هست و عجیبه که تو خبرهای امروز میدیدم که یک عده‌ای رو برادران توقیف و بازداشت از این ماجرا که کار روزمره شونه اینا مدلینگ انجام میدن. خب این چیزی که الان ما داریم اینجا نشون میدیم در بخش بازرگانی برنامه اینا مدلینگ نیست و اونا رو گرفتن عرض کنم که ردیف چشماشون هم بسته بودن انگار که جنایتکاران جنگی رو گرفتن. و هر روی اون موقع خب ایشون میگن که پسر اون سیاه‌پوست که در طول لندن عزاداری بکنه، آخه اگه این پسر اون بود این باید سورمه این راه را در میامد، این سفیده سورمه این راه را باید در میامد. برای همه چی محتمل است در حوزه مؤمنی. عرضه بدارم عکس شماره 7 رو هم ملاحظه بفرمایید که اینم دیگه میدونه دیگه خیلی شیک و عالیه، خط شکستن ببین چه قشنگه و این خط شکستن اینجا حرام فرمودن به این زیبایی و ببینم باز تیشرت بله مدلینگ در اینجا ممنوع البته نیست، ولی اگر برای شهروندی چیزی اگر طراحی شد البته که مدلینگ است و باید پدر صاحب بچه را در آورد. خب عرض کنم که این هم محصولات ما در ارتباط با ماه مبارک محرم و تصور نفرمایید که فدوی عرض کردم که آدم مؤمنی نیست، نه اینجوری نیست و حالا در عکس بعدی به شما نشون خواهیم داد که فدوی مؤمن و معتقد و منتظر و ظهور عجب برسته شدیدن آتش به مالی زده و محصول شماره 8 رو عرض کردم که به مؤمنین عرضه میکنه. ملاحظه فرمید که عکس شماره 8 رو که ببینید فدوی چقدر مؤمنه، در بخش بازرگانی هم حتی ملاحظه رو میکنه خط کاملا خاناست و میبینید که در عکس شماره 8 فدوی آتش به مالش زده و خلاصه همینجوری گفته آقا بیاین ببرین دیگه و به شتابید که عرض کنم که غفلت موجب پشیمانی است. خب خوانده میشود به راحتی کسانی که توان خرید پیراهن مشکی برای عزای امام حسین عین را ندارند پیراهن مشکی رایگان داده می شود. ملاحظه می فهمید و بالاخره ما را هم از این نمد کلاهیست، ما هم باید ثواب ببریم برای عاقبت. ضمناً فدوی اضافه کرده که عرض کنم که اضافه کرده است که برای مشتریان اصلاح طلب یک عدد کروات مشکی هم اضافه می شود که به هر حال خلاصه گور پدر مال دنیا. این به قول عوام لیمیتد تایم، این لیمیتد تایم، این تمام سال نیست، خلاصه تو این مدت باقی مانده از ماه مبارک محرم ما اینا رو رایگان میدیم و بعد این هم از این عکس شماره 8 رو ملاحظه فرمودید. برای آدمای عادی فقط همین پیراهن هست، برای مؤمنین عادی، برای مؤمنین اصلاح طلب یک کراوات هم اضافه می شود.
بله خب، ما به پایان هر شود که بخش بازرگانی داریم میرسیم. بنده دارم مثلا به خیال خودم عجله میکنم که مطلبی اگر بشود باقی نماند. ما اضافه کاری میکنیم، به قول به جای کمکاری اضافه کاری میکنیم. بله خب، عرض کنم که در انتهای این قسمت طرح بخش بازرگانی هستیم، به توصیه آقای شاید ما خواستن آقای محسن کامرانیفر گرامی که بخشی از برنامه رو اسپانسر شده بودن در چند جلسه پیش، ایشان توصیه کردن که اینو مرتب تکرار بکنیم و عرض کنم که زمین یادداشتی هم مرحمت کردن، نوشتن که از اینم میکنم براتون که رعایت امانت هم کرده باشیم. مرغوب داشتند که از تمام زحماتی که شما در ارائه این برنامه هایتان میکشید به نوبه خود قدردانی میکنم و باز هم یادآور شوید که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشود. این برنامه ها احتیاج به کمک مالی دارد. سفارش تابلو یادتان نرود. موفق و پیروز باشید. خب آقای کامرانیفر گرامی، پیام شما به قول عوام فوروارد شد، دوستان شنیدن و اگر خواستن خطر بکنن از کنم که لابد با ما تماس میگن. بر روی به توصیه ایشان طعم تلخ طنز از کنم که اسپانسر میپذیرد. هزینه تولید هر برنامه $500 هست که جلوی بچه مکتبی بگذارید قهر میکنه و شرایط احراز اسپانسری در این برنامه بسیار ساده است. مدارج و مدارک تحصیلی نمیخواهیم، فقط کافی است که اسپانسر میشه خوشتیپ و خوش اخلاق و دست دل باز باشه. بله حالا دوستان نگن که آقا ما چون خوشتیپ نیستیم یا خوش اخلاق نیستیم لذا اسپانسر نمیشیم. اون تعیینه که کسی این که کسی خوش اخلاق است یا بد اخلاق یا خوشتیپ است یا نه به عهده آقای فدوی است. بنده بی تقصیر. خب این قسمت رو گذراندیم و برویم عرض کنم که به قسمت چیستان یا آزمون، که دوستان میدانند که هر هفته این آقای فدوی بنده قبل از اینکه بیام به آفیس میرم آفیس ایشان و به قول عوام استاپای میکنم و ایشون هر هفته ما رو با یک پرسش معمولا مصوری درگیر میکنه و میپرسد که نظر ما چیست و چه اتفاقی در این تصویر افتاده است یا چی میگوید. خب از فهمی که نخست به بخش به پرسش هفته گذشته بپردازیم که در واقع عکس شماره 9 ماست. نه شماره 9 رو هفته پیش به عنوان پرسش مصور فدوی ارسال کرده بود توسط بنده و ما هم خدمت شما دادیم. تعدادی هم البته سال نظر دوستان رسیده است، در مجموع بعدی چند تایی هم رسیده است. میکایل گرامی عکس شماره 9 هست، عرض کردم. بله میکایل گرامی گفته است که ضد انقلاب اینطور گمان زنی میکند که این نوجوان همیشه در صحنه به فائزه خانم میگوید که این لیوان را بگیر تا با هم یک عکس یادگاری بگیریم. خب این از بله بله و این نظر ایشون بود، نمیشتن فائزه، ولی ملازم فهمید که ایشون خانم معصومه، یعنی خواهر معصومه ابتکار هست. از کنم که رئیس محیط و زیست و این ماجره ها که میگوید که بله بله ایشون گویا از دانشجویان از کنم که دیوار پیمای سفارت سابق امریکا بوده است و اینها در اون روزگاران و حالا هم که رئیس محیط زیست است و البته ایشان بر این باور است که آب و هوای غیر قابل تنفس ایران ربطی به برادران ندارد و به کشورهای همسایه مربوط است. خب دست ما کوتاه و کشورهای همسایه هم بر نخیل. حالا یه حال عرض کنم که ملازم می‌فهمید این عکس رو خانم معصومه ابتکار هست و نظر دوستان سوال شده بود و یکی رو تعرض کردن و همتن دیگری نوشته است که اینها عزاداران حسینی هستند که حمام گل گرفتند. حمام گل گرفتند. خب راست میگه، حالا فرصت نبود که بعد اینا رو عکسای هم دیگه ارتباط داشته باشیم، ولی درست میگن ایشون و از شاید که
این همه گل رو نمیدونم مومین از کجا میارم که به سرکله خودشو میمالم. و هر روی این هم از این دوست، دوست دیگری مرموم داشته است، دارن میگن یک گیلاس با ما میزنی خواهر ابتکار. بعد اگه ما نمی کنم با اون برادرانی که در اطراف هستن ایشون جرأت بکنه که با شما گیلاسی بزنه. و همتنی دیگری مرموم داشته است، دنبال آبند برای حسین تشنه لب. خب از کنم که این نظر دوستان بود، اما ماجرا این بوده است که ایشون یه سفری داشته به استان هرمزگان که با بیابی و خوشسالی و این جور مصیبت ها دست و پنجه نرم میکند و اینها، و این جوانان با این حرکت نمادین خواستن بگویند که آبی در کوزه نیست و ما اینجا عرض کنم که در خوشسالی و بیابی به سر میبریم. بسیار سپاسگزاریم از دوستانی که سال لطف کرده بودن و کامنتی مرحمت فرموده بودن به قول عوام، و اجازه فرمایید چون هنوز در این بخش هستیم، در بخش مسابقه یا چیستا، پرسش هفته آینده رو هم خدمت شما همکنون بگیم که عکس شماره 10 ماست، این عکس شماره 10 پرسش هفته آینده است. و رده به فردوی گفتم که آقا این سخت یک راهنمایی چیزی، و ایشون به عنوان راهنمایی عرض کنیم که عکس شماره 11 رو اضافه کرد. حالا بنده نمیدونم چقدر این کمک میکنه به دوستان، حالا تا شما ملازم فرمایید بنده یک جوری از این قهوه کور مهمان شما باشم و برگردم خدمت شما. خب عکس شماره 10 پرسش بود و عکس شماره 11 راهنمایی که نمیدونم چقدر کمک میکنه این به ما در این ارتباط. خب یک هفته فرصت هست و شما ملاحظه بفرمایید، اندکی تعاملی هم بفرمایید اگر میل داشتید، و هفته آینده اگر عمر و برنامه ای بود بنده سر راه با اول عوام استانبای میکنم و پاسخ عرض کنم که درست رو هم از فردوی میگیرم و اگر از شما هم پاسخی رسید بود البته اضافه میکنیم. خب این قسمت رو هم ملاحظه فرمودید و برویم به جستار بعد که پرس کنم همیشه قبل از آغاز برنامه یک نکاتی ملاحظه می شود که خب دیگه امکانی که بشه به تفصیل در موردشون بحث کرد مثلا نیست. اینا رو من به عنوان از این برنامه به بعد به عنوان پیش درآمد اگر نکاتی بوده باشد که قبل از برنامه به نظر برسد خدمت شما عرض می کنیم که اشاره بکنم که در برنامه پیشین به نقل از خبری که عرض شده بود، خبر این بود که مداحان نیز اتاق فکر دارند که فردوی این اتاق رو به عنوان اتاق خالی برای اجاره در بخش بازرگانی خودش به دوستان عرضه کرده بود، چون اینها چیزی تو کلشون که چیزی نیست که بنابراین اتاق، اگه اتاق فکر دارن بنابراین اتاق خالی است و آماده اجاره. دیگه عرضه بدارم که اشاره کردیم که چون عرض کردم ما کلیپ رو نمیتوانیم به دلایلی پخش بکنیم، ولی یکی از دلایلش این بود که اصلا بالای 18 سال که چه ارز کنم بالای 50 ساله اصلا. این است که فقط آدرس فارسی رو گفتیم به دوستان به این شکل است که اگر سرچ کرده باشن حتی ملاحظه فرمودن فایل صوتی کش شده از جلسه خصوصی مداحان، همین مداحان بیت ارز کنم که امیدوارم ملاحظه کرده باشید یا بکنید ملاحظه بفرمید. عرض کنم اضافه می شود امروز به این قضیه که برنامه عرض کنم که صفحه آخر دوست عزیز فدوی آقای مهدی فلاحتی بسیار دیدنی بود و مستدل و محکم که به این نکته که هفته پیش ما عرض کردیم مرتبط است یا می تواند که مکمل باشد. این رو هم حتما اگر ندید ملاحظه بفرمایید که در مورد یک برادری است به اسم محمد صلی الله گندم نژاد معروف به حاج سید طوسی، چون عملی بیت هستن البته و قاری قرآن، قاری هم که میدانید یعنی قرائت کننده، اسم فاعل قرائت کننده عرض کنم که قرآن که خب دیگه اینا از مقدس ترین موجودات هم دیگه، این بزرگوار تخصصی که داره تجاوز به نوجوانان است.
آقای فراتی گرامی، دوست عزیز فدوی، این با دقت و وسواس بسیار قابل ملاحظه این وزیر رو بررسی کردن در این برنامه که حتما نگاه بکنید و شگفت انگیز وقت بینندگان و شنوندگان محترم زده انقلاب تصور نفرمایند که ایشون عصبانی شده و نوجوانانی که زده انقلاب هستند مورد تجاوز جنسی قرار داده. نخیر، ایشان نوجوانانی که درس قرائت قرآن میخوانند رو از کنم تجاوز کرده است و اون هم برنامه نگاه بفرمایید که ببینید که قاریان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. بعد با اجازه آل جناب حافظ، این واعظان رو قاریان تو بعض شعر هم مختل نمی شود، چون در اینجا صحبت یک قاری است که عرض کنم که در درس های قرآن که به این نوجوانان داده است، عرض کنم که همینطوری به قول دوستان از دم گشت به نوجوانان جویای قرائت قرآن تجاوز فرموده است و هم در جریان بر اساس پژوهش های آقای فراحتی از عرض کنم که حمله بیت تا خود حضرت آقا. بنابراین به جای واعظان اینجا می توانیم بگوییم که قاریان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. خب این عرض کنم که در این بخش پیشتر آمد. یک نکته، نکته دیگر این که در مورد خانم نرگس محمدی است که می دانید که عرض کنم که مدت هاست که این بزرگوار گرفتار است به دلیل هیچ، به دلیل پوچ، و همین جوری به زمان محکومیتش اضافه می شود و علی حساب 16 سال یک عرض کنم که موجودی به نام قاضی صلواتی که اصلا خود نگاه کردن این بزرگوار خودش یک تنبیه هست، یعنی می شود این آدم نگاه بکنه به عنوان یک تنبیه. عرضه بدارم که بله، ایشون این بانوی گرامی رو که با لطف و بزرگواری برادران در زندان به انواع کسالت و بیماری مبتلا شده است رو 16 سال عرض کنم که حبس مرحمت فرمودن. حالا شما ملاحظه فرمودید که آش چقدر شور شده است که آیت الله آشپز باشی هم صداش در اومده. این عنوان نقطه عرض کردم خدمتتون که ببینید کاری است که هرگز نشده. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این خبر است، چون بنده اینا رو نماینده نمیدانم و معمولا میگم یا فدایی میگوید در همه تنسا میگوید که نمایندگان محترم حکومت در مجلس، اما خبر این گونه است: جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار نقض حکم زندان نرگس محمدی فعال مدنی و رسیدگی دوباره به پرونده او شدند. چیزی حیرت انگیزی است که اینا معمولا همه با هم همکاری میکنن در سرکوب مردم. حالا باز حیرت است که میخوام عرض بکنم که نمک آش چقدر شور شده است که آیت الله آشپزبازی هم شیهش در آمده است، شیهه میکشه. عکس شماره 12 رو ملاحظه فرمودید، بانوی ارجمندی که مدت‌های مدید هم از تماس با فرزندانش محروم بود به اهتمام همین آقای قاضی صلواتی. در جامعه حکومت اسلامی ما میدانید که خیلی چیزا صلواتی است دیگه، مثلا میگن آب صلواتی، یعنی همین دیگه میگن فور فری در بلاد کفر. یا در تابستان بنده چیز دیدم که باد صلواتی، حالا اینا قاضی صلواتی، اینا از همون نوع همون صلواتی هست که عرض کردم. در نشه همینطوری بقول همون یه خط در میون، مثلا میگه 10 سال، 16 سال، 7 سال، 12 سال، همینجوری صلواتیه دیگه، مردم رو محکوم میکنه. و عرض کنم که آنچه که موجب شگفتی فدویس این است که اینا چجوری به 16 سال آینده شدن، اینا با این وضعی که دارن امیدوارن که 16 سال دیگه هم باشن و با این عرض کنم که نگاه این احکام ظالمانه رو باورن عرض کنم که صادر می فرماین. و از سوی دیگر هم می دانید که هموطنان بهایی ما
همچنان در همه ابعاد زیر ضرب و فشار هستن و حقوق مدنی که چه ارز کنم به اعتبار بنده از حقوق طبیعی هم اینها محرومن و اینا به هر حال این برادران یه روزی باید پاسخ این همه جنایات رو که در سطوح مختلف دارن انجام میدهن باید بدهن. بسیار خوب. و این خبری که من دیدم این بود که یک بانوی بهایی ارز کنم که 9 سال حبس بوده بابت دگر اندیشی، دگر باوری. اصلا در هیچ کجای جهان این قابل فهم اصلا نیست که شما به خاطر اندیشه 9 سال بری زندان. چون 9 سال زندان بوده و بانوی بهایی و مرخصی مثلا آمده است مرخصی و دادستان تهران نام ماکت هم مثلا دادستان برای شهر وظایفی داره، دادستان تهران با تمدید مرخصی ایشون روز شنبه 24 مهر عرض کنم که مخالفت کرده و ایشون روز شنبه به اوین دوباره برگشته. 9 سال اون تو بوده. برادران شرم هم نمی کنند واقعا. باری خب عرض کنم که ناگزیریم که چون همچنان در ماه مبارک محرم هستیم در همین فضا هم باقی بمانیم و به اتفاق بینندگان محترم ضد انقلاب عرض کنم که بپردازیم به برق حضرت. این حضرت ابا عبدالله عرض شود که حالا مؤمنین هرچی که میگن ولی به هر حال هر سال این نیست که فقط یک سال بوده باشد، همه ساله برق این بزرگوار عده‌ای را میگیرد. عرض کنم که و این فقط در ایران سابق نیست، در خارج از ایران هم هست. به اجمال اختصار بنده اینها را اشاره میکنم که به صورت شاید بتوانیم بگذاریم از این قضیه. در همین امثال همین اشارات که در عاشورا و این ماجراها دیدید باز کلیکش هست، من متاسفانه به دلایلی که عرض کردم نمیتوانیم نشان بدهیم ولی شما سرچ بفرمایید یک پرچمدار، من دیدم اون فیلم رو دیدم و جوان 25 سالی روی پشت بام پرچم قرمز گنده‌ای رو حالا این چقدر ثواب داره میچرخون اینجوری و این به برق اصابت میکنه و جوان اونجا سقوط میکنه از اون بالا و شور شور بختانه در میگذرد. برای اینکه برق حضرت دیگه، برق حضرت هم که من فکر کنم از 220 ولت بیشتره. این است که جوان از دست رفت. این یک مورد. و مورد دیگر هم مثل باز در خبرها آمده بود که مسمومیت شدید خانواده پزشک جنجالی تبریزی. عرض کنم که ایشون هم خانواده ایشون البته غذای نظری خوردن و مسمومیت شدید پیدا کردن و تلفات هم شوربختانه دادن. همسر و مادر بزرگ ایشون گویا در گذاشتن با کمال تأسف. حالا چرا این پزشک جنجالی است؟ خب به نظر میاد که این بزرگوار به قول عوام بسیار کیوت هم هست، چون برای یک مریضی ایشون تجویز کرده بوده صدای شجریان و صدای عقیلی که آدم خب نخست باورش نمیشه، ولی شما عکس شماره 13 رو ملاحظه بفرمایید ببینید بزرگوار عرض کنم که. و نکات جالبی هم در این عرض کنم که نسخه بنده دیدم، نخست این که خب این بزرگواران یعنی شجریان و عقیلی مانند این جوان اما بسیار خوش صدا اینا خاندان کلاسیک هستن دیگه، ولی نسخه به لاتین نوشته، به انگلیسی نوشته شده، نوشته است. حالا بنده نمیدونم که بینندگان محترم ضد انقلاب به راحتی می توانند بخوانند یا نه. عرض کنم که مثلا نوشته استاد شجریان دیده نمیشه. آره منم حالا منم سعید جان مشکل میتونم بکنم. آلبوم عرض کنم اسم آلبوم نمیشته، بعد نمیشته که استاد شجریان هر چند ساعت یک بار ترجیحاً ضمن استراحت. آلبوم عرض کنم که یاد فلان خیلی خوانا نیست. بعد سالار عقیلی هر 8 ساعت. و به هر حال
بحث‌های پیرامون این قضیه در گرفته بوده است در فضای مجازی گویا، و شما رو ملاحظه می‌فرمایید. نکته جالب دیگری است که اون بالا اگر لوگو رو ملاحظه بفرمایید، لوگو نسخه رو، میگوید که مرکز آموزش و درمانی امام رضا عین. این امام رضا عین رو ببینید که مشهد تیول اون مخبت الاسلام و المسلمین علم الهداست. خودش گفته، یعنی چون دیگه میدونید دیگه تعارف نمی‌کنن با مردم هیچ، نه چیز عرضم همینه. بله آدرس تبریز هست، ولی منظورم اینه که امام رضا رو اینجا نوشته. حالا این امام رضا کیه؟ امام رضا به هر حال تیول اون مخبت الاسلام علم الهداست. و از بگم که آقای خمینی لام، آقای ببانی نمیدونم یادت هست یا نه، ولی بنده دارم عکس این قضیه رو که اصلا نمیشه که امام رضا اصلا مرکز ایران است، اینجوریه قضیه. بنابراین هر جا بزرگ میتواند باشد، که البته این پزشک تبریزی است و اون مرکز درمانی هم در تبریز است، اما ازم اشاره است، اشاره است به امام رضا، که امام رضا میدانید که مقیم مشهد از بزرگوار و مشهد هم که تیول عرض کنم که علم الهدا هست. خودش هم فرمود که اینجا شهر مویه، چون شهر مویه در نتیجه اجازه نمیده کنسرت اجرا بشه. حالا عرضم اینه که این پزشک تبریزی در تبریز خلاف نظر این بزرگوار عمل کرده است و با اینکه کنسرت این بزرگواران قدغن هست در همه جا به ویژه در مشهد، از فهم که ایشون تجویز کرده است که روزی 8 ساعت اینا رو بشنو منو این حرفا. و این قسمت به قول عوام خیلی کیوت بود این از این، ولی شوربختانه هم تو که عرض کردم آش دزدی باز دوباره برق حضرت از این طریق اینها رو گرفته و دو تا از اعضای خانواده متاسفانه در گذشته است. ضمن بد نیست که بدانیم که این در واقع آمار رسمی است که از طرف یکی از برادران که قائم مقام وزیر کار هست اعلام کرده که فقط نظری هایی که در دهه اول محرم داده می شود، در 10 روز اول داده می شود، حدود 2000 میلیارد تومان هزینه دارد، که این میزان پولی که صرف نظری ها می شود 2 برابر بودجه سازمان بهزیستی است. ما می توانیم که یه صبح تا شب به شما گزارشی بدیم که بسیار از مردم در چه وضع فجیعی به سر میبرند به لحاظ بهداشتی، به لحاظ بهزیستی و مسائل دیگه. بعد خب این ریخت و پاشان به این شکل انجام میشود. تصور نفرمایید که قضیه فقط منحصر همطور که عرض کردن به امسال است. در سالهای گذشته هم برق حضرت عرض کنم که کسانی رو گرفته است و این حضرت ابو عبدالله این همه بیمهری میکند، اما مؤمنین ما که دست بردار که نیستن، که کتام نمیان. باری جان خودشان هست و عرض کنم که میخواهم که مصرف بکنن. و در محرم های گذشتم من سریع خدمتون عرض بکنم، در همین سال گذشته تیراندازی به عزاداران حسینی در شهر دسفول، که یه دی عرض کنم که تیراندازی مبسوطی کردن و چندین نفر در این دسته ای که راه افتاده بود کشته شدن. اینا من بر حضرت دیگه، و حضرت در تمام این ماجرا غایب است، عجیبه. جایی که بیاد این مهاجمین رو، این ضد انقلابی رو آجر و سوس کن چیزا بکنه، هیچی، فقط نگاه میکنه و اینا هم خب از بین میرن. و اما ادامه بر حضرت عرض کرد که باز در چند سال گذشته 4 جوان در مسجد سلیمان بازم به همون ترتیب مثل این پرچمی که عرض کردم بر اثر برخورد علم عزاداری امام سوم شیعیان با سیم‌های انتقال برق شهری دچار برق گرفتگی شدند، که تاکنون 3 تن از آنان جان باخته و نفر 4 نیز به کما رفته است. حضرت کجایی؟ بله، و این من به خبر که عرض کردم اشاره به 6 سال پیشم کرده و گفته بود جوانی به نام حبیب جلیلی بر اثر برخورد علم با سیم‌های خطوط انتقال برق شهری جان خودش از دست داده. و همطور که عرض کردم حضرت در تمام این ماجره ها عرض کردم که نمیدونم چی کار میکرده، به نظر میاد به هر حال جاخالی میده حضرت، یعنی اون تیراندازی که شده به دسته مؤمنین، حالا یا مؤمنین عرض کردم که سپر حضرت شدن یا حضرت جاخالی داده خورده به مؤمنین، خیلی زیادی متاسفانه کشته شده. برو در این قسمت هم
هاش اینقدر شور شده بوده است که آیت الله آشپزباشی عرض کنم که صداش در آمده. این آیت الله آشپزباشی این دفعه آقای جوادی عاملی است که دانشمند شده و ایشون دیگه خسته شده از این ماجرا گفته که میگه که ما از همشهریانمان در آمل خواهش کردیم این کار را دیگر نمی کنند. منظورش چیه؟ این دوستان لااقل همنسلان ما میدانند که این داستان این علمات و این ماجرات آهنانات سنگین اینا رو این مؤمنین میروند زیر بار این آهنانات عرض کنم که خورد کننده. حالا این ثواب چیست بنده نمیدانم. این آقای آیت الله آشپزباشی به این اعتراض کرده است. شما یه دونه عکس فراوان هست، عکس شما 14 رو مناظر فرمایید که این علامات تمام این ماجرا همه سنگین آهنه و این جوان داره اینو حمل میکنه و اگه مناظر فرمایید یه دستمالی چیزی هم دهنش گذاشتن که این فشاری که بهش میاد جیغ نکشه لابود، یا به هر حال کمتر دردش کنه، دندوناش خورد نشه. حالا این چه اصراری است؟ این آیت الله آشپزباشی همینو گفته. چیه؟ بین علما اختلاف افتاد، بینندگان محترم زد انقلاب، بین علما که بنده با شما آقای سعید بهبهانی اختلاف افتاده. بعد فکر کردم که این آهنراتشون سنگینه، آیت الله آشپزباشی هم گفته این حوله چیزی گذاشتن که این دندوناش فک و مک و ایناش جابجا نشه. آقای بهبانی میگن نه آقا این پول گذاشتن دهنش. حالا نظر بینندگان محترم ضد انقلاب رو بنده نمیدارم، برای بین علما در این لحظه اختلاف افتاد. حالا یه حال اضافه هم که آیت الله آشپزباشی رو ما بخوانیم ببینیم که چه فرمود. ما از همشهریمون رو در آمل خواهش کردیم اینا این کار رو دیگر نمی کنند. یعنی این آهنانات رو به دوش نمی کشند. از همه خواهش میکنیم، خواهش هست دیگر. حالا خواه قبول شود خواه نشود، عزاداری را با شکوه هرچه بیشتر برگزار کنید. اما این آهن سرد بی‌خاصیت این را چرا بلند میکنید؟ این چه پیامی دارد؟ از کجا آمده است؟ از کدام آیه و روایت است؟ کاری کنیم عزاداری با شرف باشد. اگر یک روایتی بود، حالا ببین چی میگیم، اگر یک روایتی بود ما هم زیرش میشستیم بلند میکردیم. بله کیوت آیت الله کیوت. بله در این عکس شماره 14 هم داریم ملاحظه میفرمایید که اینجا عکس حضرت به ظرف قاطع حضرت امیر هست علیه السلام. البته و یکی از شگفتی های مؤمنین ایرانی میدانید که چیز دیگه، یعنی شما اگر عکس واقعی اون حضرت رو ملاحظه بفرمایید زهره ترک میشید، ولی عکسی که مؤمنین نقاش ایرانی از این بزرگوار سرهم کردن درست کردن نگار که جوانی های آرندولن هست، امامه سبز رو اینا پوشش سبز رو سرش گذاشته، نقدر خوشگله. ولی خود حضرت رو در موزه لور باید باشه اون عکس اصلیش که نگاه میکنی خلاصه زهره ترک میشوید. بر روی ما چه کنیم؟ بسیار خواهد شما 14 ملاحظه فرمودید و نظر بدارم که برویم به قسمت بعدی. این باعث تأسف ضد انقلاب البته خواهد بود. ببینید یه ماجرایی نمیدونم بیاد دارید، یعنی بنده بیاد دارم که سالها پیش هم اوائل این مؤمنین رو انداختن به اسم شیرخوارگان حسینی. یه چیزی بی ربطیست که بیاداوری حضرت علی اکبر علی اصغر و این ماجرا هست. چه ربطی به این مثلا که نوجوان یا نوزاد ایرانی دارن در این لحظه بنده نمیدونم. بروی باز از این از مواردی بود که آیت الله آشپزباشی هم صداش در آمد. بنده بیاد دارم به نقل از حافظه عرض میکنم که این روزنامه جمهوری اسلامی که روزنامه خودی است عرض کنم که انتقاد مبسوطی راجع به این وضعیه تا اونجا که بیاد دارم نوشت که آقا این چه بساطی است، که البته مؤمنین میدونید که اینا اصلا زیربار نمیرید و میان این بچه های معصوم گرفتار عرض کنم خواب از نوزاد تا چند ساله به عنوان علی اکبر و علی اصغر و اینا میارن و عرض کنم مزاحم اوقات و باعث وحشت اینها میشن. شما نگاه بکنید عکس شماره 15 رو ملاحظه بفرمایید لطفا. فراوان است اینا. من فقط دو تا از این عکس‌ها رو اونم به علتی که یک حادثه ای رو توضیح بیشتری داده باشم خدمت شما عرض میکنم و حالا فراوان این شواهد. بله
شما 15 رو ملاحظه می‌فرمایید. روی اینها بچه هم. بچه چند ساله چند ماهه. اصلا خواب بچه. ملاحظه می‌فرمایید. خواب بچه. و بلند میکنم میان میدن دست اون آخوند مربوطه یا اون مدار مربوطه که اون مهملاتی که میگه با این وحشت این بچه ها توأم بشه. اکشان 15 رو ملاحظه فهمید. بعد 16 هم ببینید لطفا. 16 هم ببینید. اینا فوتوشاپ نیست دیگه. آیوه پایی پرانتز باز میکنه میگه اون بچه‌ای که اونجور بلند کرده اون اسهال داشته. حالا علتی این اکسیون 16 رو بعد برگزیدم این است که ببینید این بچه نوزاده و اینا اکسیون فوتوشاپ نیست. بینندگان محترم برادران گرامی اینا هیچ کدوم چی نیست، فوتوشاپ نیست و این بچه چند ماه رو میبینید. خب در جلسه ای که باز متاسفانه نمیتوانیم نشان بدم، بنده فیلمشو دیدم، فیلم البته خیلی واضح نیست ولی که فضای اندکی نورش کمه و حادثه‌ای که اتفاق افتاده اینست که الان عرض میکنم. ببینید در یک همچین جلسه ای بوده، در یک همچین محفلی بوده است که شیرخوارگان حسینی و فلانی حرفا در از شماره 16، همونطور که این مادر این بچه نوزاد دو ماه هم بوده بلند میکنه، اون مدای مربوطه میگه که همینجوری بده دست من، همینجوری بده به من. بعد میگیره بچه رو درست همین حالتی که الان دارید ملاحظه میکنید و این بچه سرش با پنکه سخفی بقال اون مسجد هرچی که بوده برخورد میکنه و بچه از بین میره. ببینید حکس شماره 17 رو ملاحظه بکنید. از کردم خیلی واضح نیست ولی بنده دیدم فیلمو، فیلم هم باز خیلی واضح نیست برای به راحتی نشون میداد. خودتون سرچ بفرمایید، شما اصلا نمیتونیم نشون بدیم به دلایلی ولی سرچ بفرمایید و میبینید که اون مخبط مدا میگوید که همینجوری بده بچه رو، بچه رو میگیره، اینو الان گرفته بچه رو و میخوره به پنکه سخفی بچه از بین میره. و از این ماجراها زیاد هست. از کردم مراهم حضرت بیش از این هاست. حالا از اون شاید که نظری که در مورد ایرانی ها ایشون ابراز فرموده یا منصوب ایشان هست، حالا برادران که زیر بار نمیرن که، یعنی مثلا آقای خمینی لام صدای خودشه، تصویر خودشه، اون چیزایی که فرمود، مهمراتی که فرمود در اول انقلاب که حالا همش برعکس شده، برادران صفحات سیاه میکنن که آقا ایشون چنین چیزی نگفته است. بنابراین اون اظهار نظر از کنم که بزرگوار در مورد ایرانیان که گفته است که ایرانیان چه دارم نجاد اصلا فروتر هستن، باید بایستی مردانشان را به اسارت گرفت، مردانشان را کشت و زنان رو از کنم که کودکانشون رو باید به اسارت برد و اونها را باید از کنم که کشت مردان. این منصوب به این بزرگوار است. مروی باز تصویب بچه دو ماهه از بین میره و البته در اون خبری که بنده دیدم. خب این هم از این قسمت و فرصت همچنان داریم بگمان بنده. خب از کنم مطلب اینجا هست به اسم آلزایمر آخوندی. آلزایمر انواع اقسام دارد و یکیشم آخوندی است یا آنفرازان هم تو آنفرازی مرغی هست، آنفرازی آخوندی هم هست که البته مال آخوندی، آنفرازی آخوندی لا علاج، مرغی نه علاج داره، دارو داره. باری به هر حال بی سببی نبود که از قدیم هم فرمودند که دروغ کم حافظه است، لکن فدوی نون مکتبیش را دیگر به این اندازه ندیده بود که البته این در واقع کریدیتش مال حضرت امام لام هست. از کنم موضوع راجع است به تحمیل علم و کتل و بنده دیگه مشروح عرض نمی کنم، علم و کتل اینها در ماجرای این چند روز گذشته مسابقه عرض کنم که فوتبال ایران و کره جنوبی که به سزار دارید که چه به سر اون
ورزشگاه آوردن و مداح و سینه زنی و این حرکاتی که هیچ ارتباطی به اون فضا نداره اینها آوردن. بعد حالا اینا با چی میخوان لش کنن بعد نمیدونم، پرچم درست کردن 600 متر، تیتر خبره از بنده نیست، پرچم 600 متری یا حسین در آزادی. خب این آقای ناظر AFC اون سازمان مربوطه وقتی میاد اینو میبینه بلافاصله ایشون دستور میده که پرچم یا حسین رو جمعش کنید. خب بعد اون برادر مسئول میگه ما این کار رو نمی کنیم برای اینکه به اون مربوط نیست، مردم اینو آوردن. حالا شما نکنید این کدوم مردم بودن این پرچم 600 متری رو فراهم بکنن. بله میشون گفته که آقای محمد رضا ساکت که تا اون لحظه ساکت بوده یهو بس کنم که نطقش باز میشه و میگه چنین کاری نمی کنیم، پرچم یا حسین اعتقاد مردم است و خودشان به استادیوم آوردند. حالا شما خبری که پیگیری میکنید میبینید که در جای آمده است که این پرچم از سوی مسئولان برگزاری مسابقه ایران و کره آماده شده و روز سه‌شنبه به ورزشگاه آزادی برده می شود. ملاحظه کردید؟ دروغ و کم حافظه است. عکس شماره 18 رو ملاحظه بفرمایید. که شما نگاه بکنید چه نیروی و چه هزینه ای برای چیزی که اصلا هیچ ارتباطی به مسابقه فوتبال ندارد. به هر حال عرض کردم کردیت این حرکات مال حضرت امام است، چون ایشون باید ایراد میگیرد که آقا این کارا چی بود، این حرفا چی بود، حالا چرا اینجوری بود، خوده کردم، خوده فرموده است. بله این هم داستان این عرض شد که برادران مطابق در واقع پژوهش های علمی فدوی یکی از اشکالات جدی برادران این است که اول میبرن بد میشمرن. بعد امیدوارم که این لطیفه مربوطه رو بدانید. من به سرعت اشاره میکنم که یه روزی خرگوش رو میبینن که به سرعت برق و باد در جنگل میدود، میگن آقا چه خبر است؟ میگوید که برادرانی به جنگل اومدن و هر کس که سه تا تخم داشته باشه یکیشو میبرن. میگن خب تو که دو تا داری که؟ گویا اشکال اینه که اول میبرن اینا بعد میشمرن. حالا این برادران هم همینطورن، اول میبرن بعد میشمرن. از کم به گزارش خبرگزاری ها این حادثه این دفعه در اردن اتفاق افتاد. حالا چی بوده است؟ نویسنده اردنی منتقد اسلام ترور شد. این خبر رسانه بین المللی است و در شبت که در ادامه خبر هم آماده است که در این ایشون هم نویسنده بود و هم کاریکاتوریست بود. در کاریکاتوری که نامش را خدای داعش گذاشته بوده این هنرمند نویسنده، یک جهادگرای داعش را نمایش داده بود که با دو زن در یک رختخواب دراز کشته و از خدا میخواهد یک لیوان مشروب به او بدهد. در این کاریکاتور خدا با ریشی سفید و تاجی زرین بر سر از بالا پرده را کنار زده و به این اتاق مینگرد. خب این هنرمند یک عمل داعشی رو داره اینجا در اون کاریکاتور داره انجام. به شما چه برادران شما که میگید ما داعش ما مربوط نیست که. به روی ایشون خب اول زیر فشار قرار میگیره و محاکمه و چه و اینها خلاصه میکنن. بعد این میشه خبر میشه یا فکر میکرده که به زودی مورد هجمه جنود ظفر ورود قرار میگیره و اینها، و پیش از ظفر اسلامی خودش توسط برادران کوشیده است که به سبک ایشان تقیه بکنه و گفته است که عرض کردم که در پی اعتراضات شدید به این که او خدا را به سخره گرفته ایشون عذرخواهی کرده. آقا ببخشید، ایشون گفته که به هیچ وجه قصد سخره گرفتن خدا را نداشته است. با این حال ایشون دادگاهی میشه با قرار وسیله، البته مقدمتا آزاد میشه. و خلاصه این که ایمان و امان به سرعت برق میرفت که داعشان رسیدن. میگم در این بیت بجای داعشان مؤمنان هست که چون وضع رو ثابت نمی کنه فدوی این کار کرده. این نوعی از نمیزه است. بله. برای این بزرگوار
در ادامه خبر می‌خوانیم که به خاطر کشیدن کاریکاتوری در باره جهادگرایی دولت اسلامی داعش، عرض کنم که در برابر ساختمان دادگاه عمان احمد کسروی رو بیاد میاد بزرگوار. عرض کنم که پایتخت اردن با شلیک 3 گلوله مهاجمان به قتل رسید. بله، حالا فرد ضارب در محل وقوع قتل دستگیر شده است. حالا گفتین کی بوده است؟ اون ضارب گرامی، او 39 ساله، به یکی از موعظه‌گران مسجدی در عمان است. ملاحظه می‌فرمایید؟ به هر حال این نویسنده محبوبی بوده است، به ویژه به خاطر کاریکاتورهاش محبوبیت داشته، و اما به تیر قیب برادران گرفتار می شود و از بین متاسفانه می رود. و تصویر ایشون هم البته داریم، تصویر شماره 19 هست که اصرار لطف بفرمایید و نگاه بکنید تصویر شماره 19 رو. و متاسفانه اینجوری شده. بله، بسیار بسیار خوب. اصلا که این آقای حاج منصور عرضی رو معرف حضورتون هست، مداح هست کنم که از مداحان محبوب مقام معظم رهبری است، مثل همان آقای حاج سعید طوسی که متخصص لواط است و نوجوانان قاری مورد علاقه مقام معظم رهبری هم هست. این منصور عرضی یه چیزی گفته است که آب در خوابگاه مرشگان ریخته است، و چون گویا بهش ایراد گرفته، میگه آقا تو چرا فحش میدی یا ناسزا میگی رو منبر که میری؟ ایشون گفته است آقا چرا از من گله میکنید؟ حضرت ابا عبدالله این هم ایشون هم دریوری میگفته است یا دشنام میداده است و اینا. خلاصه از شرط که شلوغ میشود و اینها دیگه میدونید دیگه چی میشه دیگه. حضرات آیات به ترتیب ریش هر کس احسان نظری می کند، یکی از اینا به نام آیت الله حسینی قائم مقامی در حالی که از شدت ناراحتی می گریست، این مردم بی خانمان گرسنه رو اینا می بینن گریهشون نمی گیره، ولی اون آقای حاج منصور از این محملی گفته است که همیشه می گوید ایشون از شدت ناراحتی می گریست، گفت خدایا اگر من سید عباس حسینی چیزی به دینی تو نمی افزایم در این شب عزیز یک لحظه به من فرصت نده. که گویا قاسم الجبارین بهشون فرصت داده، سر شلوغ بوده. بر روی اینا یه جوری برخورد میکنن انگار که عرض کنم که ایشون هم 1400 سالشونه و عرض کنم که با اون بزرگوار این در صحرای خشک و بی‌آب و علف عربستان پالوده میل میکرده است. بله، ایشون معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفته است که در کنار ما میگه در کنار رودخانه دجله و فرات با این حضرت پالوده میخوردن. اینجور به نظر میاد آقای بهبهانی. بله، آقای معاون حقوقی رئیس جمهور هم گفت فرموده است که در ارتباط با همین قضیه این تهمت و معصیتی بسیار بزرگ است، اما شلاق زدن مردم، حبس و محرومیت مردم از حقوق مدنی و اجتماعیش، اینا هیچ کدوم تهمت و معصیت نیست. اما اینکه بگوییم که آقا امام حسین فحش داده است، هزار کس زده انقلاب نگفته، یه مدعی بیت گفته. بله، ایشون گفته است که این تهمت و معصیتی بسیار بزرگ است که بگوییم امام حسین نیست فحاشی میکرد. آقا چرا؟ اگه ایشون آدم بوده، انسان بوده، خب خصال انسانی هم دارد دیگه، مگه نه؟ عصبانی می شود، عرض بکنم خوشحال می شود، می کنم گریه می کند یا هر چی. حالا ایشان یعنی در تمام عمرش یک بار عصبانی نشده، یه پرت و پلایی بگوید؟ این چه وضعیتی ساخته؟ بله، زمین این حاج منصور اصلا می دانید که عرض کنم که مدای بیت هست، همونطور که عرض کردم به این برادر بعد این اینقدر تکرار می کنم که در ذهن دوستان بماند. خواننده جوان بنیامین بهادری، ایشان که هر بار به امریکا و کانادا میاد تمام سالن‌ها به اظهار مدیرانش سولد آوت هست. ایشون خودش گفت، گزارش ما دادیم که من پامنبری حاج منصورم و خلاصه هیچی غیر از روزه به درد نمیخوره، بعد میاد اینجا هموطنان گریخته از حکومت اسلامی در اون مرزی یعنی جمهوری اسلامی سالن‌های ایشون رو پر میکنن. اینم از شگفتی‌های روزگار فعلی است.
بله، اصلا مطلبی هم داریم به اسم تفاوت جهانبینی. اینجا خدایی در یادداشتی که مرقوم داشته است گویا عصبانی شده، گفت آقا نخیر، لازم نکرده است که سرود یاد مستان بدهید. در زیر مستان هم توضیح داده که این مستان در واقع مست از باده عرفانی است که الکلش بسیار بیشتر از باده غیر عرفانی است. بر روی گفته است که لازم نکرده است که سرود یاد مستان بدهید. فدوی خودش میداند که آلمان جزو خطوط قرمز حکومت اسلامی درون مرزی، یعنی جمهوری اسلامی نیست. خب گفتن ندارد که برادران آلمانی ما برعکس برادران مؤمن و معتقد و حزب اللهی چینی و روسی ما از فرهنگ غنی ما چیز زیادی نمیدانند، چرا که در غیر این صورت به جای تولید اتومبیل های با کیفیت، لوازم فنی و بیمارستانی و غیره، روی لوازم عبادات و عزاداری مؤمنین از مهر گرفته تا سنگ قبر و قما و زنجیر، زنجیرم توضیح داد که این زنجیر منظور زنجیر چرخ نیست، متمرکز می شدن. حالا میگه به لحجه آلمانی این خبر نگاه بکنید که تظاهرات کلاه مخملی ها، اینو به خبرگزاری آلمان گزارش کرده بوده. عرض کنم که کلاه مخملی هم که معرف حضورتون هست. و در ادامه خبر آمده است که به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی که عرض کردم که یک رسانه خودی است، حضور چند چهره معروف به کلاه مخملی در راهپیمایی ضد آل سعود، عکس شماره 20 رو ملاحظه فرمایید که بنده از توضیحات زیر عکس معاف میکند، من فقط خبر رو خدمت شما عرض میکنم. عرضه بدارم که بله، حضور چند چهره معروف به کلاه مخملی در راهپیمایی ضد آل سعود و آل خلیفه که در روز جمعه در تهران برگزار شد موجب تعجب مردم گردید. چرا اینا هم جز عملی بیت هم تعجبی نداره. تا کنون سابقه نداشت چنین چهره هایی که با سبیل های از بناکوش در رفته و جیس های ویژه خود مردم را بیاد صحنه های خشن فیلم فارسی می اندازن در راه پیمانی ها حضور داشته باشند. بله، اینا جز پس کنیم که پیاده نظام زخیرن بزرگوار. چرا فکر میکنید که بله بله، میخواستم عرض بکنم که شما این عکس که ملاحظه میفرمایید و توضیحش در زیر بینندگان محترم ضد انقلاب دقت بکنن، این تایپیست عرض کنم که سر به هوای حزب.com که بنده نمیدونم چرا اینجوری میکنه و آنجای فدوی را خلاصه با شاخ گاو مد ظله العالی در میاندازد اشتباه کرده است. در این توضیحی که شما زیر عکس دارید ملاحظه میکنید، شعاری بود در اوایل عرض کنم که انقلاب شکوهمند، حتما بیاد دارید هم نسلان ما، که میگفتن که میکشم میکشم هر که برادرم کشت. این قرار بود اینجوری بزنی عکس بیاد، منتها تایپیس اشتباه کرده یه چیز دیگه نمیشه. شما خودتون دقت بفرمایید که بنده دیگه معاف باشم. بنده دارم حیا به خرج میدم آقای بفاری آقا، موضوع همینه. بله، از کنم که بسیار خوب، امیدوارم عکس شماره 20 رو ملاحظه کرده باشید و بعد عجله بکنم که این چند مرتبه هم براتون تو این فرصت باقی مانده برسونم. از کنم که نمیدونم میرسم یا نه. خب این به هر حال در فضای ماه مبارک محرم که همچنان هستیم، بناگزیر مطالبی همچنان در اون قسمت هنوز داریم و یکی از یادداشتهایی که تادی به ما فرستاده این است که میگوید که از تخصصها و دقیقتر بخواهد عرض کند، تنها تخصصی که برادران دارند در امور اموات است که البته کار کمی نیست. فلزا فدوی دیگر انتظار نداشت که حضرات در این باب هم به قول عوام ارور داشته باشند. خب ارورشون چیه؟ شما نگاه بکنید، اینا متخصص چیزن دیگه، امواتن. رفتن سراغ سنگ قبرها، البته این دفعه اول نیست، تخریب این خبر هست، تخریب سنگ قبرها ادامه دارد، تصویر سهراب سپهری از سنگ مزارش حذف شد. خیلی باعث حیرت شد، چون اگر با شاملو این کاری میکردن که کردن البته و بنده به اعتراض دارم، اخو با سپهری چرا؟ این بزرگواری که فرمود عرض کنم که من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته صرف،
با این دیگه شما چیکار دارید؟ حالا امروز من داشتم میامدم به آفیس، من اونطوری سرپایی در خبرها دیدم که سراغ از کنم که شاعر و نویسنده تازه درگذشته ما سپاندو هم رفتند و از کنم که تخریب کردن سنگ مزار ایشون رو. بنده نمیدونم که بالاخره تکلیف ما رو معلوم نمیکنن که اینا از زنده اندیشمندان ما میترسن یا از درگذشته اونا یا اینکه هر دوش، فرقی به حالشون نمیکنه. بنده نمیدونم. برای اینم یک یاد داشتی بود در این ارتباط. و مطلب بعدی ابا عبدالله و خاک پرستان هست. از کنم این برادران و گرامی ما از شاید یه چیزهایی رو بعضی وقتا حقیقتا با پاشنکش البته جا میاندازن که باعث حیرت میشه و سر همه جای فدوی اسفناج اونم از نوع ارگانیکی سبز میشه. حالا نمونه میخواید عرض میکنم. این تیتر خبر، گردشگران خارجی در عزاداری امام حسین. اون زمان بسته احتمالا حواسشون نبوده، چون خیلی از حتی هموطنان هم ممکن است متوجه نباشن که الان ماه مبارک محرم است و بهتر است که تشریف نبرن اونجا. اینا که زمان بسته ها که فرنگی هن احتمالا اشتباه در محاسبه داشتن که عرض کنم که در ماه مبارک محرم رفتن اونجا و برادران از عرض کنم که آب کور هم کره میگیرن. گردشگران خارجی در عزاداری امام حسین، یعنی طرف از اون برای جهان راه افتاده بیاد به تهران، عرض کنم که سیاپوش و غمزده و عرض کنم که مرگالود که دپرس میشه. آخه حال شما خوبه برادر؟ بر گردشگران خارجی در عزاداری امام حسین. حالا از رو که نمیدید که دوباره مهمل ادامه داره. نوشیدن چای و خوردن غذای نظری، حالا اینو از اینام تعدادی مردن یا نه بنده اونو نمیدونم. اون پزشک تبریزی که بنده خدا که دو نفر از اعضای خانوادهشون رو به علت غذای نظری از دست داد. باری نوشیدن چای و خوردن غذای نظری به همان اندازه برای این گردشگران جذاب و لذت بخش است که شنیدن نوحه آهنگی. آخه شما را به خود حرفا میزنه قیصر، چشا میره مغز سر که از این ناله و زجه و اینا لذت می بردن. و مهمه را ادامه میده. برخی از آنها حتی لباس مشکی پوشیده بودن و ترس چون که یه وقت نرن زندان تو اوین چون زمان جا نگرش دارن تا بعدا مصرف بشن در معاملاتی با امریکا و عرض کنم که اروپا و این حرفا. بعد برخی از آنها حتی لباس مشکی پوشیدن و سعی کردن چهرهشان حالتی حزن‌انگیز بدهن، به چهرهشان حالتی حزن‌انگیز میدن تا هنرپیشه. مگه ما هنرپیشه ایم برادر بزرگوار؟ هنرپیشه ما ایم، به صد گونه ما چهره داریم در از خانه تا بیرون. بله بعضی هاشان بدشان نمیاد سربند مشکی ببندن. آقا تا حس یک شیعه غمگین، اصلا اون نمیدن شیعه خوردنیست، مالیدنیست، کشتنیست، چیست؟ تا شیعه غمگین در غذای امام حسین را پیدا کنند، تا حس چندین هزار مایل اومده که این کار رو بکنه. و عرض کنم که در ده بستام آذربایجان غربی هم گروهی از گردشگران آلمانی با دسته های زنجیرزنی همراه شدن. شما عکس شماره 21 رو نگاه بکنید. ببخشید من با تأخیر خدمت شما عرض کردم آقای بهبهانی، با پوزش از تأخیر در معرفی عکس شما، عکس شماره 21 رو دوستان اگه ملاحظه بکنن، اولین چیزی که به نظرشون میاد انگار که اینا اسرای جنگی هن. آتون نگاه کن، اینا گردشی هم بودن، گردش بکنن بردن تو حسینیه اینا رو نشوندن. آه یعنی خیلی پیشرفتش. بله آقای بهبهانی میگن که دیگه اینا فرصت بهبهانی میگه که اینا نگاه کن زرمرداشون قاطیه، خواه فرصت نداشتن، چون اینا معمولا میبینید توی اتوبوس نمیدونم مترو اینا زن و مرد و این نخود رو بخ نشده چادر خواستن. ولی اینا روسری رو به هر حال دارن و ضمناً بلدان وقت نداشتن اینا رو سوا کنن مثل نخود لوبیا که با زنان و مردان ما این کار میکنن دیگه، این در اتوبوس در
مترو در همه جا این نخود لوبیا اینا رو اصلا سوا میکنن. اینجا یادشون رفته یا وقت نداشتن. و روی آنچه که آدم استنباط میکنه انگار که اینا اسرای جنگی هستند. قیافه ها که اینه میگه. ولی گزارش اونو میگه که من خدمت شما عرض کردم که حرفا میزنه قیصر چشا میره مغز سر. وقتی شماره 22 هم ملاحظه فهمید که این چه حیرتی در چهره این معلوم است از کارکنان یا کارمندان عرض کردم که تیم اعزامی کره جنوبی هست. اون برادر یقش رو گرفته که آقا بله آقا ببانید خبر رو تکمیل میکنن میگن که حکم کردن که همه باید از این بازوبنده و این حرفا باید ببندید تا اجازه بدیم شما برین این تو. خب دیگه بدتر آقای ببانید بر روی بینندگان محترم زنده انقلاب اگه نگاه بکنن در چهره این جوان حیرت رو ملاحظه میکنن، حیرت تو هم با وحشت. در برنامه پیشین عرض کردیم خدمتتون که اون ستاره این تیم گفت آقا من وحشت دارم از تهران، هر وقت میرم اینا مردمان عجیبی هن. دوستانی که ندیدن برنامه 55 ملاحظه بکنن با تفصیل بیشتری با عکس اونجا ما خدمت شما این قضیه رو گزارش کردیم. بله ملاحظه میفهمید و با من حسن ختام این برنامه امروز خدمت هست کنم که فدری هست کنم مشغول و سرگرم تهیه لیست انواع اسلام عزیز بود که بعد مورد جالبتری به نظرش رسید و دید و اون انواع و در واقع گردشگری حلال هست. فدری با انواع حلال آشنا بود یا شنیده بود، مثل گوشت حلال نمیدونم چی میدونم هرچی حلال، ولی دیگه گردشگری حلال رو ندیده بود. بعد باریک شد ببینید جریان چیست و اینها، و که با شما بینندگان محترم ضد انقلاب با قول عوام شیر بکنه. بله تیتر خبر این بوده که خیز شرکت های مسافرتی برای ارائه گردشگری حلال در آمریکا. کجای آمریکا؟ فلوریدا. عرض کنم که یه شرکت اینجا درست شده، برادران باهوش هم هستن، خب در شهر اورلندو در ایالت فلوریدا خانه های حلال ارائه میدهد. خانه های حلال یاد بگیریم با استرهای مستور یعنی پوشیده و اتاقهایی با مهر و جانماز و نسخه های قرآن. و فدوی اگر به جای این مسافران محترم بود خب میرفت حسینیه، خب میگن یا مسجد میگن حسینیه، چرا بره فلوریدا قرآن بخونه؟ خب همون جا تو شهر خودش قرآن میخوند. خب بله برای نظر بینید که فلوریدا نسبت بلاد برادران بهشت است، فلازا احمد هان است که فکری هم برای حوریان بفرمایند. چون اینجا در خبر ما ندیدیم که از حوری، آقای به قول شما من ندیدم که از حوری خبری باشد، فقط اتاقهای استخر مستور، اتاقهای با مهر و جانماز و نسخه های قرآن. حوری کو تکلیف حوری چی میشه این مثل؟ یا به بهانه میگه ببرن تو دیزنی ورد، مو قسمت من در دیزنی ورد چا میشه. بله برای این دغدغه فدایی بوده است که گفته است که فرازا احمد آن است که فکری هم برای حوریان بفرمایند. بگذاریم مرور ادامه خبر حاکی است که طرفداران این نوع از مستضعفان سابقن اینها. تو این خبر میشه استنباط کرد نمیشه است که شمار زنان محجبه که صورتهایشان را پوشانده‌اند و در برخی موارد حتی عینک دودی زدند و نیز مردان جوان ریشدار با رداهای بلند و اغلب سفید در مراکز خرید و فروش و در محل‌های تفریح آمریکا افزایش یافته است. این جمعیت مسلمان مشتریان عمده فروشگاه‌های معروف و گران قیمت در آمریکا به شمار می‌روند. بله بروی فدایی با اینها کار ندارد و خر خودش را می‌راند، یعنی از شهرستان‌ها نماینده فعال میپذیرند. به شتابید که فی تأخیر آفات. پس بگم که به پایان آمد این جوهر، مطالب همچنان باقی. و اندید تشکر میکنم از آقای سید بهبهانی عزیز با سعی سر و شتیبای این مختصر رو به سمت و سوی شما روانه کردم. از بینندگان محترم و ضد انقلاب که ما را تا این لحظه همراهی کردن سپاس گذارم. و به توصیه اون دوست گرامی عرض کنم که این دعای آخر برنامه که البته این دعایی که حضرت امام میفرمود که دیگه خیلی این روزها همه جا میشنوید دیگه، یادتون هست که هم نسلان ما یادشون هست که
ایشون در آخر مؤمراتی که میفرمود میگفت که خداوند همه ما را آدم کند، یعنی به هر حال چهارپای این فعلا به پامن بقیه ها عرض میگفتیشون که خداوند انشاءالله همه ما را آدم کند. ولی خود دعای ما در این قسمت برنامه در پایان برنامه همیشه این گونه است که خطاب به البته به عمل بیت هست که میگوید دعا کردم ز آرامش بیفتی، به عجز و لابه و خواهش بیفتی، به جرم اذیت مردم الهی به دست دولت داعش بیفتی. تشکر میکنم برای همگان در هر کجا که هستم به روزی و پیروزی آرزو دارم. تا درود دیگر بدرود.